سلام دوستان، وقتتون بخیر. بریم برای رسم طرح پرکاربرد لوزی. بهتره اول روی کاغذ تمرین کنیم. یه دایره فرضی به اندازه دلخواه در نظر میگیریم. با یه خطکش مرکز دایرمون رو پیدا میکنیم و علامت میزنیم. با پرگار یه دایره در مرکز رسم میکنیم. اندازه این دایره بستگی به خودمون داره و میتونه هر اندازه‌ای باشه. با خطکش از روی دایرمون به فاصله 1 سانتی 1 سانت علامت میزنیم. این اندازه ها قابل تغییر هستن و میتونیم نسبت به طرحمون اندازه هامون رو هم تغییر بدیم. با پرگار با توجه به فاصله های 1 سانتی که علامت زدیم دایره هامون رو رسم میکنیم. دایره هایی به فاصله 1 سانت رسم کردیم. روی دایره اولمون به فاصله 1 سانتی 1 سانت علامت میزنیم. روی دایره مرکزیمون 1 سانتی 1 سانت جدا کردیم. وسط 1 سانت رو روی خط بالایی در نظر میگیریم و 2 نقطه پایین رو بهش وصل میکنیم. مثلث های اولیه‌مون شکل میگیرن. گفتیم این اندازه ها قابل تغییر هستن و میشه کمتر یا بیشتر در نظر گرفت. بعد از اینکه مثلث‌ها رو کشیدیم، حالا لوزی رو شکل میدیم. وسط 2 نقطه رو در نظر میگیریم و لوزی رو رسم میکنیم. به همین ترتیب تا انتها لوزی‌ها رو میکشیم. ردیف سوم هم رسم می‌کنیم. بین 2 نقطه رو در نظر می‌گیریم و لوزی‌ها رو شکل می‌دیم. این طرح کاربرد زیادی داره. می‌تونیم با طرح‌های دیگه ترکیب کنیم و کارهای خلاقانه‌ای رو انجام بدیم. هر چقدر که از مرکز دور میشیم لوزی ها بزرگتر میشن و طرحمون بیشتر خودشو نشون میده.
با توجه به طرح مورد نظرمون میتونیم هر چقدر که لازم باشه به رسم شکلمون ادامه بدیم. برای نقطه کوبی طرحمون میتونیم هم از خمیرهای دورگیر و هم از قلمهای داتینگ استفاده کنیم. خمیرهای دورگیر یا لاینرها رنگهای متنوعی دارند و مارکهای مختلفی هم در بازار موجود هست. در اینجا از مارک رپین استفاده میکنیم. برای شروع کار با خمیر دورگیر بهتر اول روی کاغذ تمرین کنیم. مهمترین نکته در استفاده از دورگیرها فشار دستمون روی لاینره. فشار دست باید یک نواخت باشه تا نقطه هامون یک دست بشن. بهتره انقدر به تمرینمون ادامه بدیم تا قلق کار با لاینرها دستمون بیاد. حتما بین کار سر لاینر رو با دستمال تمیز می‌کنیم. اگر خمیر داخل لاینر به سختی خارج میشه، میتونیم در ظرفمون رو با آب گرم خوب بشوریم تا خمیر سفت شده خارج بشه.